بله حضرت یه مدیریت جهانی داره در کل دنیا، دنیا داره به ایشون میرسه. دقت کردی؟ رفتن دوراشون رو زدن مارکسیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم، فاشیسم، چه میدونم، همه این اسما رو انتخاب کردن، دوراشون رو زدن. یه مدیریت برای جامعه شیعی داره و یه مدیریت تک تک آحاد ما و یه مدیریت تک تک آحاد امامی که شیعه رو مدیریت جغرافیایی کرد. چیه 70-80% نفت در حال استحصال دنیا زیر پای شیعیانه؟ اتفاقیه؟ مگه ما چند درصد جمعیت کره زمین؟ چرا یه عده شیعه چهار امامی باید دم مرزا دم باب المندب باشن که یه روزی به یه کار بیان؟ یه تیکه شیعه وسط کلی سنی و مسیحی تو جنوب لبنان باشن؟ چرا؟ چون قراره یه روزی به کار بیان. یه عده شیعه یه جای خاص تو افغانستان باشن، چون قراره یه روزی به کار بیان. یه عده شیعه باید تو عراق باشن، یه عده شیعه باید توی استانهای شرقی عربستان باشن، همون جایی که 90% نفت عربستان اونجا، یه روز اینا به کار خواهند. یه مدیر زمان این اتفاق افتاده که اولین چاه نفتار هم نزده بودن. یه شروع کنید، شما باید بیایید سمت من امامم، بیایید به هم رحم کنید، به مستضعفان کمک کنید، فخر فروشی نکنید، مانور تجملات ندید. بله این میشه که و یزرعوها فی قلوب اشباهم، میکاره تو دل اون کسایی که میخوان شبیهش بشن. داستان امشب شبیه امام زمان شدنه. چقدر دغدغه داره برای فقرا، چقدر دغدغه داره اینه. و تو این مسیح ما دوچار وهم هم نمیشیم و میگیم که آقا مثلا دیگه این نشونه بود، اون نشونه بود، نمیدونم چی. نه، ما یک اصول دین داریم، کلیات دینی داریم که مشخصه. من فردا یه خوابی ببینم، اینا فردا بگه فردا برو این کارو کن، اگر این کار خلاف دین باشه انجام نمیدم، تایید دین باشه انجام میدم. اما یادت نره امام زمانی هست که دائم داره برای تو برنامه‌ریزی میکنه. همون جایی که یه چیزی به دلت انداخ، همون جایی که یه چیزی بدت اومد، همون جایی که می‌خواستی اشتباهی بکنی دست تو گرفت، هی خواستی تکرار کنی، دو بار تکرار کردی، سه بار تکرار کردی، دیدی شرایط فراهم نمیشه و دیدید وقتی خیلی اصرار میکنی یهو شرایط فراهم میشه. این یعنی چی؟ این یعنی خیلی وقاحت و طرب از حد میگذره. و برات چه جاها مایه گذاشته نفهمیدی، خریدتت نفهمیدی، از حق الله و حق الناست میگه عبارت گوش کنید، چه عجیبه. منتها واسه کسی که خودش خیز برمی داره برای برطرف کردن حق الناسش.